جادوی عدد 9 این پیتزا رو ببینید چجوری میتونم فروشش رو بیشتر بکنم بدون اینکه به دستور پختش دست بزنم یا تبلیغات بکنم براش کافیه قیمتش رو از 50 هزار تومن بیارم روی 49 هزار تومن به همین سادگی 15 درصد فروش این پیتزا افزایش پیدا میکنم بچه این جادوی عدد نوه. تکنیکی که از اپل به اون بزرگی گرفته تا کسب و کوچیک دارن ازش استفاده میکنن و نتیجه میگیرن قسمت جالبش چیه اگه یه محصولی داری که الان 35000 تومنه اگر قیمتشو بکنی 39000 تومن بازم فروشت بیشتر میشه اینو توی آزمایشی بررسی کردن یعنی اومدن یه لباس و یه بار 39000 تومن فروختن یه بار 35000 تومن بعد دیدن وقتی قیمت 39000 تومنه 24 درصد فروش افزایش پیدا میکنه بچه شوخی نیست 24 درصد این حتی توی تخفیف هم صادقه یعنی اگه قیمت اصلی شما 60,000 هزار تومن باشه و بیاید خطش بزنید و دو تا قیمت متفاوت رو تست بکنید یکی 35 هزار تومن یکی 39,000 هزار تومن مجددا اون گزینه 39,000 هزار بیشتر میفروشه اون پیزایی هم که اول مثال زدم بر اساس تحقیق واقعی بود یه پیتزا 8 دلاری و اگر قیمتش رو بکنیم 7 دلار و 99 سنت 15 درصد فروشش بیشتر میشه از اون طرف هم باید حواستون باشه اپل آیفون 9 نمیزنه مستقیم از 8 میپره روی 10 چون عدد 9 کم به نظر میاد توی ذهن ماها حالا چرا عدد 9 بیشتر جواب میده چند تا دلیل میارن یه دلیل اثر عدد سمت چپه یعنی چی یعنی وقتی من 49000 تومن رو میبینم اول اون 4 رو میبینم و میگم خب این 4 کمتر از 5 یه دلیل دیگه اینه که 9 چون به ده نزدیکه خود به خود تو ذهن من یه مقایسه شکل میگیره و احساس میکنم دارم این محصوله رو با تخفیف میگیرم یعنی ذهنم منو گول میزنه فکر میکنم دارم یه پیشنهاد ویژه دریافت میکنم و دلیل سوم چیه اینکه عدد 9 به من این حسه رو میده که قیمت گذاری مصنوعی نیست علکی نیست مثلا اگه به من بگی 55000 تومان احساس میکنم که این قیمته رو همین جوری گذاشتی ولی وقتی به من میگی 59000 تومان احساس میکنم که پشت این قیمته یه مبنا و فکری هم بوده پس همین الان همین الان شروع کنید از عدد 9 توی قیمت گذاری محصولاتتون استفاده کردن تا تاثیر فوق‌العاده‌اش رو ببینید ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید